اینجا ژنو است. امروز 30 آذر ماه 1392 است. در این ساختمان هیئت‌هایی به مذاکره نشستند تا در مورد یک چالش مهم بین المللی مذاکره کنند. طرف های مذاکره کننده نمایندگان 5 قدرت بزرگ جهانی و آلمان در یک طرف و رژیم آخوندی در طرف دیگر هستند. در مذاکرات ژنو توافق مهمی صورت گرفت. توافق بر سر چه چیزی؟ اینجا سایت اتمی فوردو در نزدیکی قم است. در دل این کوه‌ها تونل‌های عمیق کنده شده است. در دل این تونل‌ها سانتریفوژها برای غنی‌سازی اورانیوم می‌چرخند. غنی‌سازی 20%. سایت فوردو در عمق 90 متری زمین است. این سایت اولین بار در سال 2005 توسط مقاومت ایران افشا شد. اما بر اثر سیاست مماشات، کشورهای غربی که مشغول مذاکره با رژیم آخوندی بودند، چشم خود را بر روی آن بستند. در سال 2009 رژیم مجبور شد که اطلاعات این سایت را در اختیار آژانس قرار دهد. تأسیسات غنی‌سازی فوردو دارای 2 واحد است و در مجموع 16 آبشار در آنها نصب شده که در کل 2784 سانتریفوژ دارد. همه سانتریفوژهای نصب شده از نوع IR1 هستند. سانتریفوژهای پیشرفته هنوز نصب نشدند ولی آماده نصب بودند. از ژانویه 2011 رژیم تولید اورانیوم با غلظت 20% را در تأسیسات غنی‌سازی فوردو آغاز کرد. آژانس در ماه می 2012 خبر داد که بازرسان آن در مرکز هسته‌ای فوردو نشانه‌هایی از اورانیوم با غلظت 27% پیدا کردند. غنی‌سازی اورانیوم در سایت اتمی فوردو نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد بود. شورای امنیت در 4 قطعنامه خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم شده است. حالا بر اساس توافق ژنو این سایت اتمی مخفی که میلیاردها دلار صرف آن شده قرار است برچیده شود. توافقنامه ژنو در این باره چه میگوید؟ در توافقنامه ژنو آمده است متوقف کردن تولید اورانیوم غنی‌سازی شده نزدیک به 20% و از کار انداختن آبشارهای سانتریفوژی که رژیم ایران برای تولید این نوع اورانیوم مورد استفاده قرار می‌داده است. رقیق کردن نیمی از ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده نزدیک به 20% و تبدیل کردن بقیه آن به شکل اکسید که برای غنی‌سازی بیشتر مناسب نباشد. رژیم ایران تعهد کرده است که همه ذخایر اورانیوم غنی شده تا نزدیکی 20% خود را پیش از به پایان رسیدن فاز اولیه به زیر 5% تضعیف کند و یا به شکلی تبدیل کند که برای غنی‌سازی بیشتر مناسب نیست. رژیم ایران متعهد شده است 3/4 سانتریفوژهای فوردو را متوقف کند. سانتریفوژهای پیشرفته را راه اندازی نکند. مطابق توافقنامه ژنو هر روز بازرسان آژانس می توانند از سایت فوردو بازدید کنند. اینجا راکتور آب سنگین عراق است. این راکتور مشغول تولید پلوتونیوم بوده که راه دیگری برای دستیابی به سلاح اتمی است. این سایت اتمی اکنون قرار است طبق توافقنامه ژنو تعطیل شود. عملیات ساخت راکتور آب سنگین عراق در سال 1377 به طور مخفیانه آغاز شد. مقاومت ایران در سال 1381 هجری 2002 میلادی این سایت مخفی را افشا کرد و جامعه جهانی را از آن مطلع ساخت. راکتور آب سنگین عراق در سال 1387 پیش را اندازی شد. ظرفیت تولید این راکتور ابتدا 8 تن بود و تا قبل از توافقنامه ژنو به 16 تن آب سنگین با غنای 899% رسیده بود. آنچه پروژه تولید آب سنگین را حساس کرد، تولید پلوتونیوم به عنوان محصول آن است. از پلوتونیوم می توان مستقیم و بدون نیاز به غنی‌سازی اورانیوم سلاح اتمی ساخت. به عبارت دیگر راکتورهای تولید آب سنگین را می توان به گونه‌ای ساخت که بدون نیاز به تجهیزات غنی‌سازی اورانیوم را به پلوتونیوم قابل استفاده در بمب اتمی تبدیل کند.
به همین دلیل پروژه‌های تولید آب سنگین در چارچوب قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای قرار می‌گیرد و باید زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. قطعنامه‌های شورای حکام آژانس و شورای امنیت ملل از رژیم ایران خواسته بود فعالیت در این راکتور را متوقف کند. رژیم تا توافقنامه ژنو که به مثابه جام زهر است زیر بار این خواسته نمی‌رفت. در توافقنامه ژنو که توسط کاخ سفید منتشر شده آمده است، رژیم ایران متعهد شده به راکتور عراق سوخت تزریق نمی‌کند و آن را به کار نمی‌گیرد. تولید و آزمایشات دیگر بر روی سوخت برای راکتور عراق را متوقف می‌کند. هیچ قطعه یا جزء دیگری بر روی راکتور عراق نصب نمی‌کند. سوخت و آب سنگین به سایت راکتور عراق منتقل نمی‌کند. تأسیساتی که قابلیت بازپردازش داشته باشند نمی‌سازد. بدون بازپردازش ایران نمی‌تواند پلوتونیوم را از سوخت مصرف شده جدا کند. مطابق توافقنامه ژنو هر ماه بازرسان آژانس می‌توانند از راکتور آب سنگین عراق بازدید کنند. تمامی مواردی که رژیم آخوندی به آن تن داده توسط مقاومت ایران سالها پیش فاش شده است. تنها ذکر دو نمونه کافی است. در 6 خرداد 1382 طی کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در واشنگتن فاش گردید که رژیم آخوندی از سال 79 در یک منطقه وسیع کشاورزی در 8 گرد نزدیکی کرج و 40 کیلومتری غرب تهران اقدام به ایجاد 2 سایت اتمی با فاصله حدود 5 کیلومتر از یکدیگر کرده که یک مرکز غنی‌سازی با تکنولوژی لیزری است. این 2 سایت زیر نظر مستقیم رضا آقازاده رئیس وقت سازمان انرژی اتمی رژیم قرار داشت. یکی از این 2 سایت در روستای لشکرآباد و دیگری در روستای رمنده واقع شده و نهایت تدابیر مخفی‌کاری در مورد این مراکز به کار گرفته می شود. In the past few years, the National Council of Resistance of Iran has revealed the Iranian regime's efforts to obtain nuclear fuel and facilities. در 16 بهمن 1383 همچنین مقاومت ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس پروژه سری رژیم آخوندی برای تولید چاشنی نوترونی ماشه انفجار بمب اتمی را افشا کرد. اینجا سایت نظامی پارچین است. هنوز در مذاکرات هسته‌ای و توافق‌های رژیم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسمی از این سایت نیامده است. رژیم هم تا به حال اجازه بازدید از آن را به بازرسان نداده است. اما منابع مطلع می‌گویند در ادامه مذاکرات به ویژه در توافق نهایی فعالیت‌های این سایت نیز به کنترل در می‌آید. چرا که توافق باید شامل همه اجزای برنامه اتمی از جمله برنامه موشک‌های بالستیک باشد. سایت پارچین یکی از محل‌های فعالیت مخفی اتمی رژیم آخوندی است. این سایت که فعالیت‌های مخفی آن اولین بار توسط مقاومت ایران افشا شد، همواره یکی از مهمترین ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و در 11 دور مذاکرات رژیم و آژانس محور اختلاف بوده است. مجتمع‌ها و صنایع نظامی در پارچین متعلق به وزارت دفاع، سازمان صنایع دفاع، سازمان هوافضا و مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع می باشد. این مجتمع بزرگ به صورت 11 طرح مختلف برای تولید سلاح و مهمات سازماندهی شده است. طرحهای 4 و 11 به تولید موشک کروز و طرحهای 1، 2 و 8 به تسلیحات شیمیایی اختصاص دارند. در طرحهای موشکی پارچین علاوه بر کروز، انواع موشک‌های دیگر از جمله موشک عقاب و نازعات، موشک‌های هوا به هوا و زمین به هوا تولید شده و سوخت جامد برای موشک‌ها نیز تولید می‌شود. بخشی از مجتمع پارچین به تحقیقات در مورد غنی‌سازی لیزری اورانیوم اختصاص دارد. مقاومت ایران در ماه مارس 2005 فاش کرد شرکت عمران که توسط سرتی پاسدار طباطبایی اداره می‌شود، مشغول کندن تونل در سایت پارچین است. دفتر مرکزی این شرکت در تهران در پل گیشاست. معاون طباطبایی پاسداری به نام دانشجوست.
زمانی که مقاومت ایران جزئیات سایت پارچین و فعالیت‌های مخفی رژیم در آن را فاش کرد، به دلیل سیاست مماشات با آخوندها، این موضوع توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پی گرفته نشد. اکنون پس از 9 سال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به آزمایش انفجارهای هسته‌ای در سایت پارچین و تلاش رژیم برای پاکسازی آن هشدار می‌دهد. در آخرین دور مذاکرات 5+1 و رژیم ایران، چارچوب کلی برای توافق نهایی هسته‌ای تعیین شد. این مذاکرات قرار است آخر این ماه باز هم در وین پی گرفته شود. درباره موضوعهای مطرح در توافق نهایی گزارش‌های مختلفی منتشر شده و هر کدام از طرفین مذاکره اهداف و مقاصد خود را گفتند. اما خواست اساسی را جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، این گونه اعلام کرد: پیش از دست یافتن به توافق نهایی، باید به همه مسائل مطرح شده در قطعنامه‌های شورای امنیت علیه رژیم ایران پرداخته شود که از جمله فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک است. مهرهای باند خامنه‌ای می‌گویند برنامه هسته‌ای بهانه است. بعد موشک‌های بالستیک را مطرح می‌کنند. بعد از حمایت از تروریسم، به ویژه حمایت از حزب الله لبنان، به این هم بسنده نمی‌کنند. بعد سراغ مسئله حقوق بشر می‌آیند. با وجود این حرف‌ها و نگرانی‌ها، هم خامنه‌ای و هم همه عوامل باندش از ادامه مذاکرات حمایت می‌کنند و جرعه جرعه جام زهر اتمی را سر می‌کشند.